یک مقام اداره بین المللی مهاجرت در مصاحبه با رسانه های خارجی از افزایش برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان ابراز نگرانی کرده گفته است انتظار می رود تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان برگشت کنند. این یک وضعیت اصراری است. ما تخمین می زنیم که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برگردند که اسناد قانونی اقامه را نداشته و از کمک های اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد برخوردار نیستند این مقام اداره بین المللی مهاجرت در ادامه گفته است اگر کشورهای کمک کننده در آستانه رسیدن فصل زمستان از خواهد کار نگیرند بحران مهاجران در افغانستان به یک فاجعه جدی مبدل خواهد شد با گفته تقاضای آنها برای کمک به مهاجران بدون سند قانونی اند که از پاکستان برگشته و شمار زیاد آنها در شهر جلال و ولسوالی های اطراف آن مسکن گزین شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. تقاضای کمک استراری ما به مهاجران ثبت نام ناشده می باشد که از پاکستان به افغانستان برگشته و اکثریت آنها در حومه شهر جلال آباد جا شدند. ما می خواهیم که بسته های کمکی بیش از رسیدن فصل زمستان به آنها برسند تا آنها مطمئن شوند که مواد خوراکه داشته و برای حفاظت از سردی هوا کمپل و خیمه در اختیار دارند ما امیدواریم که آنها کمک های بشری موسسات و نهادهای مختلف و همچنان کمک های حکومت افغانستان را بدست دست آوردن که به دارن. سازمان بین المللی مهاجرت گوید آنها میخواهند مصارف ترانسپورتی تعدادی از مهاجرانی که به افغانستان برمیگردند را بپردازند و همچنان به آنها بسته های کمکی را فراهم کنند که در آن مواد ضروری مانند لباس کمپل وسایل پخت پس شامل اند در حالی که روند برگشت مهاجران به افغانستان در این اواخر افزایش یافته است وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید بعد از تعطیلات عید قربان امکان دارد روند برگشت افغانهای مهاجر Saritar Shavat